أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفدا. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من أعوانه وأنصاره، واجعلنا من المستشهدين بين يدي. بحثی رو که من امروز دقایقی در خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار هستم، تحلیلی است در رابطه با اربعین و به عبارتی چرا اربعین. امروز واژه و عدد اربعین را مورد بررسی قرار میدیم که در ضمن این سخن ممکنه به سوالات بعضی از عزیزان پاسخ داده شود. اولا در رابطه با اربعین باید عرضه بداریم در متون اسلامی، در احادیث اسلامی و چه در مسائل فقهی، مسائل عرفانی، مسائل اخلاقی، ما با واژه اربعین زیاد روبرو میشیم و این عدد چهل و عدد اربعین از یک تکامل و از یک پختگی برخوردار است. حدود چهار مرتبه کلمه اربعین و عدد اربعین در قرآن ذکر شده است که من به چند نکته از آن اشاره می کنم. از دیدگاه قرآن در سوره احقاف آیه 15 می بینیم تکامل و پختگی و قوت نیرو در سن 40 سالگی قرآن بیان کرده است. یا در آیه دیگر 142 سوره اعراف، میقات حضرت موسی با عدد 40، با 40 روز. باز وقتی که حضرت موسی به بنی اسرائیل فرمود در شهر بیت المقدس وارد بشید، امتثال امر نکردند. گفتن حاکمان ستمگری هست، جبارین هستند و امتثال امر نکردن. در اینجا آقا حضرت موسی اونها رو نفرین کرد که خدایا بین من و این قوم فاصله بینداز. قرآن میگه 40 سال اینا محروم شدن و سرگردان شدن. این از دیدگاه قرآنه که میخوام بگم عدد اربعین، واژه اربعین در قرآن 4 مرتبه بهش اشاره شده و در روایات اسلامی ما هم که کم نداریم، بسیار بسیار روایت زیاده در رابطه با همین عدد اربعین و واژه اربعین. من چند تاشو تیمنن و تبرکن عرض میکنم تا انشالله بریم سراغ بعضی از این سوالاتی که باید پاسخ بدیم. مثلا در روایت داریم اگر کسی 40 شبانه روز اخلاص پیشه کنه، خداوند چشمه های حکمت را بر دل او میجوشاند و بر زبان او جاری می کند. حضرت آدم وقتی که از بهش رانده شد 40 روز به درگاه خدا در فراغ روزه رضوان گریه کردن. یا وقتی حضرت هابیل را قابیل به شهادت رسان و کشت، حضرت آدم 40 روز
در شهادت فرزندش هابیل گریه کرد، یا در همسایگی مسجد به همین کلمه اربعین اشاره شده. 40 منزل حکم همسایگی مسجد رو دارن. یا این که نطفه 40 روز میکشه در رحم مادر تبدیل به علقه میشه، 40 روز میکشه علقه تبدیل به مضغه میشه. اینها سیر تکاملشون هر 40 روز به بعد هست. باز داریم اگر کسی 40 حدیث رو حفظ کنه فردای قیامت عالم وارد محشر میشه. باز حدیث داریم که اگر کسی تا سن 40 سالگی رسید اما عوض نشد، تغییر و تحولی درش به وجود نیومد، اینجا شیطان میاد صورت او رو میبوسه و میگه این صورت دیگه روی سعادت و خوشبختی رو نمیبینه. باز حدیث داریم اگر کسی 40 نفر را در دعا کردن بر خودش مقدم بداره، خدا دعای او را مستجاب میکنه. اگر کسی غیبت کسی رو بکنه تا 40 روز نماز و روزه او قبول نمیشه. اگر کسی شرب خمر کنه باز تا 40 روز خدا نماز او رو قبول نمیکنه. میبینیم ما خیلی با این واژه 40 و 40 روبرو هستیم. اما عزیزان نکته دیگری که میخواییم عرض کنیم، بعد از این که کلمه 40 را از دیدگاه قرآن به 2-3 آیه و چند تا روایت تقدیمتون کردیم، بحث ما اینه. ممکنه سوال کنن عزیزان و این سوال ذهنشون رو مشغول کرده باشه، آیا در مورد زیارت 40 ما دلیل شرعی داریم؟ ما دلیل عقلی و علمی داریم؟ چرا که هر چیزی که مبنای عقلی نداشته باشه، مبنای شرعی و علمی نداشته باشه، خرافه است و باید ازش اجتناب کرد. خداوند به پیغمبر می‌فرماید بگو من با بصیرت شما رو دعوت به این دین می‌کنم. انشاءالله تمام انتخاباتمون در دین خدا باید بر مبنای همین بصیرت و آگاهی باشه. ما در مورد زیارت امام حسین که حالا زیارت 40 یکی از مصادیقش هست، آیاتی رو به طور غیر مستقیم داریم که خداوند به پیغمبر فرموده بعضی از انبیا رو که نامشون را، ذکرشون را، خاطرشون را زنده نگه داره و از اونها یاد کنه. ما خود سر نیومدیم زیارت 40 بگیریم. ما دلیل داریم، ما منطق داریم تو این زمینه. مثلا آیات رو شما دقت کنید، خداوند به پیغمبر می‌فرماید ابراهیم رو یاد کن، نام و یاد و خاطره ابراهیم رو زنده نگه دار. چرا؟ نه به خاطر اینکه از کدوم خانواده است، نسبت این آقا با فلانی چیه. اگر قرآن میگه یاد کن ذکرشون رو، یاد کن یاد و خاطرشون رو زنده نگه دار، به خاطر اون صفات و فضائل قشنگی است که این انبیا دارن. حضرت ابراهیم رو یاد کن برای اینکه اون نبی صدیق است، بسیار بسیار راستگوست. یا موسی رو یاد کن چون موسی مخلص خداست، عمل او، کار او خالص شده است برای خدا. اسماعیل رو یاد کن، این اسماعیل، اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم نیست، نقل مشهور یکی از پیامبران بوده. اونو یاد کن چون صادق الوعد هستش، وعده ای که داد 1 سال موند، وعده ای که داد. خب شما دقت کنید وقتی خدا داره به پیغمبر میگه این گرامی داشت رو داشته باش، ذکر کن، یاد کن، زنده نگهدار نام و یاد و خاطره این انبیا رو، اونم به خاطر مسائل شخصی و فامیلی فلانی و فلانی نیست، بلکه به خاطر این صفات قشنگی که اینها دارن. عزیزان من، ما چه صفت قشنگی رو میتونیم نام ببریم؟ چه صفت قشنگی رو میتونیم نام ببریم؟ از چه صفت الهی میتونیم دم بزنیم که وجود مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نمونه بارز و کامل اون نباشه؟ از کدام؟
مگر امام حسین صدیق نبود؟ کدام مورخ معتبر نوشته که امام حسین نستجیر بالله کاذب بوده؟ مگر امام حسین صادق الوعد نبود؟ چطور میخواستی به اون وعده و وعیدی که خدا داده عمل کنه؟ مگر امام حسین مخلص نبود؟ کدوم مورخ نوشته که امام حسین برای دنیا این حرکت رو شروع کرد که ما نام و یاد او رو زنده نگه نداریم؟ این حس تشکر از یک طرف فطریست که در وجود ماست. حتی در همین زیارت وارث، وقتی که ما زیارت وارث رو میخونیم، از همه انبیا تشکر میکنیم، از همه زحمات انبیا تشکر میکنیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، از حضرت آدم تشکر میکنیم. السلام علیک یا السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، از حضرت نوح تشکر میکنیم. وارث ابراهیم خلیل الله، از حضرت ابراهیم. همینطور از حضرت موسی کلیم الله، از حضرت عیسی روح الله، تا از حضرت محمد حبیب الله. این حس تشکر رو ما داریم. و این آقا و مولا که تمام انبیا عزیزان به فرمایش اون مرجع بزرگ، همه انبیا علت محدثه بودن برای دین خدا، اما امام حسین علیه السلام علت مبقیه است. یعنی به عبارتی کار اون کرد که تمام کرد، امام حسین کار رو تموم کرد نسبت به دین خدا. چطور ما میتونیم نام و یاد حضرت ابا عبدالله رو زنده نگه نداریم؟ خب زنده نگه داشتن به چیه؟ زنده نگه داشتن یکی از مصادیقش همین زیارتی است که ما بالاخره خدمت آقا و مولا امام حسین میرسیم. یا در اون آیه که میفرماید پیغمبر به امت بگو در مقابل 23 سال من هیچی از شما نمیخوام، هیچ اجر و مزدی رو نمیخوام، مگر محبت و مودت قربا رو من از شما میخوام. مودت قربا رو، خب مودت قربا عزیزان من، ساده با هم صحبت کنیم، آیا اگر کسی کسی رو دوست داشته باشه، اگر کسی کسی رو دوست داشته باشه، نباید بره به زیارتش؟ نباید بره به دیدنش؟ مثلا یکی بگه من پدر و مادرمو خیلی دوست دارم اما نمیخوام ببینمشون، من خانوممو خیلی دوست دارم اما نمیخوام ببینمش، آقامو خیلی دوستش دارم اما نمیخوام ببینمش، مگر میشه همچین چیزی؟ یکی از مصادیق مهم عزیزان محبت و مودت زیارته، اینه که ما بریم به زیارتشون و با این زیارت اون محبت و مودت خودمون رو نشون بدیم. ما در واقع عزیزان من قبل از اینی که در زیارت اربعین، در این پیاده روی ها، در این زیارات، قبل از اینی که به امام حسین بگیم لبیک یا حسین، اومدیم به خدا میگیم لبیک یا الله. اول به خدا داریم لبیک میگیم، خدایا تو قرآن فرمودی، تو کتابت فرمودی، من هیچی، به پیغمبر که بگو من هیچی نمیخوام به جز محبت و مودت، من چیزی از شما نمیخوام. ما در واقع اومدیم اظهار محبت میکنیم، اظهار مودت میکنیم در این زمینه. این پاسخ دادن به ندای حق است. خب این آیاتی که ما داریم، پس از اون طرف میگه یاد کن، زنده نگه دار، از این طرف میگه محبت و مودت، که زیارت یکی از شاخصه های محکم همین محبت و مودت هست. حالا در زمینه روایت، نفس زیارت که بماند، اونقدر ائمه برای زیارت امام حسین فرمودن که انسان مات میمونه، مبهوت میمونه. چقدر ما روایت در رابطه با زیارت امام حسین علیه السلام داریم. مثلا حالا یکی دو نمونه که حالا انشالله حسن ختام مجلس به اون حدیث خیلی قشنگ آقا و مولا امام سابق علیه السلام، اون دعاهایی که امام سابق علیه السلام برای زائران امام حسین کردند و تقدیمتون میکنم. حالا یکی شما خدمتتون عرض کنم، وقتی که زائری میره کربلا، روایت داریم 4000 فرشته میان به استقبالش. خوشا به حال اونایی که کربلان،
4000 فرشته میان به استقبالشون. وقتی که بر میگردن 4000 فرشته میان بدرقشون میکنن. چه خبر کربلا این روزها؟ چقدر زائر اونجاست؟ حالا ببینید هر کدام چقدر فرشته و ملک اونها رو داره استقبال میکنه، چقدر فرشته و ملک داره اونها رو بدرقه میکنه. اگر مریض بشن 4000 فرشته میان به عیادتشون، اگر بمیرن وقتی تو قبر میگذارن 4000 فرشته براشون طلب رحمت و مغفرت میکنند. این یکی از این احادیثه که من خدمتتون عرض میکنم. حتی حدیث داریم لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین من الفضل لما تو شوقن. اگر مردم میدونستن در زیارت ابا عبدالله الحسین چه فضیلتی از جان میدادن و میمردند، از شوق میمردند. این همه فضیلت و این همه ثواب رو اگر حس میکردند و متوجه میشدند. حالا این همه عزیزان من، ما روایت داریم، این همه روایت که گفتم، حالا من تیمونن فقط اشاره کردم. حالا در مورد زیارت اربعین، زیارت اربعین هم یکی از مصادیق مهمش هست. اگر ما اربعین رو زنده نگه میداریم، هم قول امام معصوم رو داریم. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن زیارت اربعین از نشانه های مؤمنه. هم فعل امام معصوم رو داریم. امام سجاد علیه السلام اربعین میان به زیارت قبر پدر بزرگوارشون امام حسین. هم قول امام است و هم فعل امام است در این زمینه. و همچنین زینب کبرا سلام الله علیها تالی تلو معصوم اومده به زیارت. ما تعصیب امام سجاد میکنیم که ما ینطق عن الهواس و ما یفعل عن الهواس، از روی احساسات و عواطف کاری رو انجام نمیده. ما تعصیب زینب کبرا میکنیم، ما تعصیب صحابه راستین پیغمبر جابر ابن عبدالله انصاری میکنیم، تعصیب مفسر بزرگ عطیه اوفی میکنیم. ما بدون دلیل که نمیاییم اربعین رو زنده نگه داریم. پس ما در این زمینه عزیزان قول داریم، فعل داریم، عمل داریم. و بعد هم اگر شما یه وقتی میبینید چرا مثلا اهل بیت عصمت و طهارت این گونه عمل نکردند یا همه این گونه عمل نکردند، عزیزان من خدا رو شاکر باشیم از زمان شهادت امام حسین تا به امروز دنیا هنوز ندیده بود، بشر هنوز ندیده بود این فرصتی رو که امروز در اختیار من و شما قرار گرفته. کی میتونست بره به زیارت امام حسین؟ حالا چه برسیم این که پیاده بره؟ کی میتونست بره؟ با اون همه وحشت، با اون همه ترسی که ایجاد کردن، با اون فضای خفقان و مسمومی رو که ایجاد کرده بودن، کی میتونست بره؟ حتی قبر مطهر آقا رو آب بستن که بلکه مردم فراموش کنن، گاهی زمین رو شخم زدن که فراموش کنن. امروز اگر این فرصت بود می دیدید اهل بیت عصمت و طهارت چه می کنن در رابطه با پیاده روی به حرم جدشون ابا عبدالله. چون وقتی امام یه حرفی رو می زنه اول خودش باید عامل باشه یا نباید باشه. اگر امام صادق علیه السلام در حدیثی می‌فرمایند که من اتا قبر الحسین علیه السلام ماشیان كتب الله له بكل خطوه 1000 حسنه و معا و مها عنه 1000 سیئه و رفع له 1000 درجه، اگر امام صادق میگه اون کسی که پیاده داره به طرف قبر مطهر امام حسین میره برای زیارت، هر قدمی که بر میداره خدا 1000 حسنه بهش میده، 1000 درجه بهش میده، 1000 سیئه رو ازش دور میکنه، قطعاً امام به گفتار خودش عامله. پس فرصتش نبوده، زمینش نبوده، ولی الحمدلله امروز از برکت خون شهدای عزیز ما که خیلی ما مدیون این شهدای عزیز هستیم که یه عمری گفتیم بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا،
بر دلم سرسم بماند آرزوی کربلا. حقیقتا باید یاد کنیم شهدای عزیز را و امروز شهدای مدافع حرم را. کی همچین فرصتی به وجود اومده بود؟ اینه که عزیزان ما در این زمینه این دلائل رو داریم، این مبنا رو داریم، هم به حمدالله غیر مستقیم قرآن به ما این دستور رو میده و روایات ده ها روایت در این زمینه به ما دستور زیارت میده، فعل خود امام هم در این زمینه هست و سیره علما و بزرگان در این زمینه گاهی وقتا فرصت میکردن، مثل شیخ مرتضی انصاری پیاده میرفت از نجف به طرف کربلا، مثل شیخ میرزا حسین نوری پیاده میرفت، مثل شیخ میرزا ملک تبریزی، اونم که از عرفاست، از بزرگان، آقا میرزا جواد ملکی از بزرگان بوده، با پای پیاده میرفت و توصیه میکنه که لازمه بنده خدایی، مسلمانی، مؤمنی حداقل یک مرتبه در عمرش زیارت اربعین رو بره. توصیه میکنه به این نکته. پس این یک نکته. اما عزیزان من در این زمینه چه آثاری رو داره، چه برکاتی رو این پیاده روی ها داره، این زیارت اربعین داره. ما در این پیاده روی ها، در این کنگره بزرگ جهانی که دنیا این همایش این گونه ای رو ندیده، ما خیلی درس ها رو داریم یاد میگیریم. بعضی ها مشرف شدن میدونن و بعضی ها انشاءالله خدا در سالهای آینده قسمتشون کنه. تو این راه پیمایی که شرکت میکنی، تو این پیاده روی، اونجا معنای محبت رو حس میکنی. درس محبت، درس وفا، درس صبر، درس استقامت، درس وفا به عهد، درس تولا و تبرا، درس اشداء و علال کفار رحماء و بینهم، با این همایش بزرگ که حاوی دو تا پیام عمده است، از یک طرف ما میاییم انزجار خودمون را، نفرت خودمون را نسبت به دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت از اول تا کنون و امروز نسبت به این تکفیری ها، نسبت به این دشمنان اهل بیت نشون میدیم و از یک طرف میاییم کمال مهر و محبت خودمون را به اهل بیت عصمت و طهارت و امام حسین نشون میدیم. ما اگر پیاده میریم میخواهیم کمال محبت رو نشون بدیم. شما دقت کنید، مثلا از مکه تا مدینه، از مدینه تا مکه، ائمه معصوم مثل امام حسن مجتبی، مثل امام سجاد، بیش از 20 مرتبه پیاده میرن. با اینکه مرکبهایی هم دارن دا، اما پیاده میرن. چرا پیاده میرن؟ مرکبام رو با خودشون میبرن که اگر خسته شدن استفاده کنن و به دیگران هم این درس رو یاد بدن. ببینید ما مرکب راهبر داریم اما پیاده میریم. این به خاطر احترام بیش از اندازه به اون میزبانه، برای اون عظمت اون جایگاه که این کار رو انسان انجام میده. ما در این پیاده روی این درس ها رو داریم یاد میگیریم، یکی پس از دیگری. حضرت آیت الله مکارم شیرازی میفرمود در پیاده روی اربعین نیازی نیست که حالا فقط به زیارت برسی، نه، همین که شروع کردی قدم ها رو برداری، از همونجا داری خودسازی رو شروع میکنی، از همونجا داری خودسازی خودت رو شروع میکنی. و وقتی که ما این سختی راه رو در اربعین میچشیم، که داریم در واقع از یک طرف عهد و پیمان و میثاق خودمون رو با ولایت و امامت تقویت میکنیم، دقت میکنیم، حول محور ولایت میریم میگردیم تا انشاءالله وقتی که امام زمان اومد جا خالی نکنیم، حول محور اون ظهور و طلوع امام زمان بگردیم. هدف اینه. اما عزیزان اجازه بدید من امروز میخوام از طرف دیگه هم اون حدیث بسیار قشنگ آقا و مولا رو بخونم براتون، اون دعاهایی که امام جعفر صادق علیه السلام برای زائران قبر جدش ابا عبدالله کردن. انشالله یه روزی تو صحن و سرای آقا و مولا امام حسین بشنوید و اونجا اشک بریزید. خیلی زیباست، خوشا به حالشون، حقیقتا انسان قبطه میخوره به حالشون. معاویه ابن وهب میگه اومدم
خدمت آقا و مولا امام صادق علیه السلام اجازه خواستم که بر اون وارد بشم. آقا اجازه دادن، من وارد شدم. حدیث رو شما دقت کنید. قال استأذنت علی ابی عبدالله فقال لدخل فدخلت، فرمود داخل شو، من داخل شدم. فوجدته فی مصلاه فی بیته، میگه آقا رو در مصلاه خونش دیدم. فجلست حتی قوا صلاته، صبر کردم تا امام صادق نماز خودشو خوند. وقتی که نماز خودشو خوند فسمعته یناجی ربه، اینجا آقا و مولا با خدای خودش داره مناجات میکنه. علی ظاهر امام صادق علیه السلام با توجه به انتهای حدیث میره به سجده. امام صادق داره این زائران رو دعا میکنه و هو یقول، و او این گونه میگوید، صلواتی مرحمت کنید. اللهم يا من خصنا بالكرامة، ای خدایی که به ما کرامت دادی. دلت بره کربلا، میخوام خوب حال پیدا کنی. عالم میخوام این اشک چشمتو ببینه، فرشتگان میخوام اشک چشمتو فیلم بگیرند. و وعدنا بالشفاعه و خصنا بالوصیه، ای خدایی که به ما وعده شفاعت دادی، ای خدایی که به ما وصایت دادی. و اعطانا علم ما مضا و علم ما بقی، ای خدایی که علم آینده و گذشته را به ما دادی. و جعل افئدتا من الناس تهوی الینا، ای خدایی که دل مردم را متوجه به ما کردی. اغفر لی ولاخوانی و زوار قبر ابی الحسن، خدا منو ببخش، خدا برادران منو ببخش، خدا زوار قبر جدم حسین رو ببخش. الذين انفقوا اموالهم و اشقصوا ابدانهم، زائرانی که مال هزینه کردن، انفاق مال کردن برای زیارت امام حسین، اونایی که بدنشون رو به درد و تعب و رنج انداختن. رغبتا فی برنا لما عندک فی سلتنا و سرورا ادخلوه علی نبیک، خدا هدف از این همه تحمل سختی انفاق مال اینا برای این بوده که احسان در حق ما کنن، سله ای را از طرف تو نسبت به ما داشته باشن. اینا هدفشون شاد کردن قلب رسولت بود. اون پیغمبری که فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، فرمود چیزی از شما نمیخوام به جز محبت و مودت. ارادو بذالک و اجابتم منهم لامرنا و غیزن ادخلوه علا ادوونا، هدفشون اجابت کردن فرمان ما بود. هدف این زائرین این بود
بود که خشم رو بر دشمنان ما وارد کنن، اونایی که نمیتونستن محبت ما رو ببینن. ارادو به ذالک رضاک، هدفشون این بود که رضا و خوشنودی تو رو جلب کنن. فکافهم عنا بالرضوان، خدا خودت جبران کن با بهشته، خدا خودت جبران کن با رضوانت. وکلهم باللیل و النهار، خدا شبان روز نگهدار زائران باش. وخلف على اهالیهم و اولادهم الذین خلفوا به احسن الخلق. به به، خدا فرزندان و خانوادشون از بهترین جانشینانشون قرار بده.